انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 21 آیات 1 تا 17. مسیح برای آخرین بار وارد اورشلیم می شود. عیسی و شاگردانش در نزدیکی اورشلیم به دهکده‌ای به نام بیت فاجی رسیدند که در دامنه کوه زیتون واقع بود. عیسی دو نفر از شاگردان را به داخل دهکده فرستاد و فرمود به محض ورود به ده الاغی را با کره‌اش بسته خواهید دید. آنها را باز کنید و نزد من بیاورید. اگر کسی علت کار را جویا شد بگویید استاد لازمشان دارد. آنگاه آن شخص اجازه خواهد داد. با این کار پیشگویی یکی از انبیای دوران گذشته جامعه عمل پوشید که گفته بود به اورشلیم بگویید پادشاه تو می آید. او سوار بر کره الاغ با فروتنی می آید. آن دو شاگرد هرچه عیسی گفته بود به عمل آوردند. ایشان الاغ و کره اش را آوردند و لباسهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. از میان مردم عده‌ای رداهای خود را در مقابل او روی جاده پهن می کردند و عده‌ای هم شاخه های درختان را بریده جلوی او روی جاده می انداختند. مردم از جلو و از پشت سر حرکت می کردند و فریاد می زدند خوش آمدی پسر داوود پادشاه، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید، خدای بزرگ او را متبارک سازد. وقتی او وارد اورشلیم شد تمام شهر به هیجان آمد. مردم می پرسیدند این مرد کیست؟ جواب می شنیدند او عیسی پیغمبر است از ناصره جلیل. در آنجا عیسی به داخل خانه خدا رفت و کسانی را که در صحن خانه خدا خرید و فروش می کردن بیرون نمود و میزهای صرافان و بساط کبوتر فروشان را برهم زد. عیسی به ایشان گفت کتاب آسمانی می فرماید که خانه من خانه دعاست، ولی شما آن را میعادگاه دزدان ساخته اید. در همان حال نابینایان و افلیجان نزد او به خانه خدا آمدند و او همه را شفا داد. اما کاهنان اعظم و علمای مذهبی نیز این معجزات را می دیدند و می شنیدند که کودکان فریاد زده می گویند خوش آمدی ای پسر داوود پادشاه. از این رو به خشم آمده به عیسی گفتند نمی شنوی این بچه ها چه می گویند؟ عیسی جواب داد چرا می شنوم، مگر شما هرگز کتاب آسمانی را نمی خوانی؟ در آنجا نوشته شده که حتی بچه های کوچک او را حمد و ثنا خواهند گفت. آنگاه از شهر خارج شده به بیت انیا رفت و شب را در آنجا به سر برد.